توقع اضافه زمانی به وجود میاد که روابط حاکم بر ضوابط میشه و بعد سلایق میشه و یا گاهی عدم اطلاع و دانایی، چون نهایتا ما بعد از 33 سال 34 سال از انقلاب 33 سال گذشته، حالا وقتی نگاه میکنیم اون عدالت رو در گستره جامعه نمیبینیم و در قانون گذاری هم وقتی شما نگاه بکنید منابعی رو که داره تقسیم میکنن و یا کاری که میکنن بر اساس عدالت نی. حالا هر کی رابطه بیشتری داره تونسته بره صحبت کنه، چونه بزنه. واقعیت اینه که تو مجلس میگیرن و در حالا بعضی وزارتخونه‌ها کمتر بعضی بیشتر تابع این جوی میشن که وجود داره. تو فضای انتخاباتی هم بعضی این مسئله فضای... جواب میگیرن دیگه. درسته؟ بله، در فضای انتخاباتی بالاخره یه دادما هستن، پول میگیرن. حالا کارهای خوبی هم میکنن، من اصلا وارد جزئیات، مثلا پول به مسجد میدن. آیا نماینده باید پول به مسجد بده؟ این پول از کجا آورده؟ پول برای راهسازی میدن. پول برای اون نماینده ای که این پشتوانه به اصطلاح حالا ارتباطی رو و یا اعتباری رو نداره، طبیعتا میگن او عرضه داره، این بی عرضه است. باز اون رابطه هست که پشت صحنه قطعاً، یعنی ما مشکل ما اینه به جای اینکه بیایم و عدالت رو شاخص بذاریم و در هر استانی، چه در از دیدگاه مدیریتی چه از نظر قانون گذاری، مدیر رو وقتی ارزیابی میکنیم بر مبنای عملکردش در او چارچوب دسترسی و پوشش جمعیت تحت پوشش ارزیابی کنیم، حالا چه در اقتصادش، چه در کشاورزیش، چه در صنعت و چه در بهداشت و درمانش، میایم چیکار میکنیم؟ حالا یکی میاد از یه جایی یه پولی رو میگیره یا در بودجه یه اعتباری رو براش میذارن، میبره یه کاری رو میکنه و بعد اون وقت نماینده ها تو استان ها و تو شهرستان ها میشینن این وعده ها رو میدن. من اگر برم میام جاده شما رو درست میکنم، من اگر برم میام مثلا در اینجا بیمارستان درست میکنم، من اگر برم این... یعنی این وعده ها اگر در چارچوب عدالت و یک برنامه راهبردی شکل گرفته باشه، من نمیتونم جایی که بیمارستان لازم نداره بیمارستان بزنم و در جایی که پتروشیمی لازم نیست پتروشیمی بزنم و یا در جایی که مثلا اتوبان نباید زد اتوبان بزنم. ولی همون نبود پشتوانه علمی و کارشناسی و تجربی در هر دو طرف قضیه باعث میشه که ما منابعمون رو به همین شکل خیلی جاها پرت میدیم. آیا بود که پزشکان تو همین 4 سال که حالا هم شما نماینده بودید هم نماینده مجلس هستید، خیلی جا این اتفاق افتاده؟ بله. نه نتونستید این جمع و شکل بدین که بله. اصلاحی صورت بگیره. بله. شما خب یک نفر هستید. مشکل ما همون متاسفانه ما خیلی چیزا رو داریم سیاسی نگاه میکنیم و سیاسی میکنیم کار کارشناسی رو. عدالت شاخص داره، خیلی راحت میشه عدالت رو درآورد. سرانه راه، سرانه به اصطلاح درمان، سرانه نمیدونم کار، سرانه پولی که او جمعیت میگیره، الان نگاه بکنی اختلافات خیلی وحشتناکه. خب اگر ما اینقدر بدونیم و بتوانیم این روند رو اصلاح کنیم و تبدیل بکنیم و دولت، چون خیلی مواقع خود دولته که اول میاره مجلس، مجلس زیاد نمیتونه اینو دستکاری بکنه. ولی همان گونه که در اون چشمنداز مقام اعظم رحمتی فرمودن، هر گونه برنامه‌ای و بودجه‌ای باید بر اساس اون شاخص‌هایی باشه که تو چشم اندازه، که متأسفانه نیست. و خب این سوال بزرگی است و ملت عزیز ما، من تو بحث‌های مختلف هم خدمت مردم شریف عرض کردم که اگر قرار مملکت، اگر قرار بیکاری حل بشه، باید مجلسی مقتدر و توانمند از انسان‌هایی که توان و تجربه و علمش رو دارن و باور تا بتونه بیاد قانون رو درست بکنه و بعد اگه قانون رو درست کرد بتونه نظارت بر مجری بکنه که این قانون درست اجرا بشه. های دکتر میکازمی، خب همه میدونن که شما به نوعی با دلخوری از وزارت نفت رفتید، بگذاریم، ولی خیلی هم خوشحال شدید. حالا به نوعی